کلن تمام کارام میتونم بگم که ربط داده میشه به یه شاخه از سینما به اسم Expanded سینما که در سال 1960 شروع شد، که برعکس سینماییه که داستانیه یا توی سالن سینماست. Expanded سینما که به فارسی میشه سینمایی که توسعه داده شده، یعنی تمام عناصر ساختاریش توسعه داده شده. فضا، اکوستیکی که در فضا وجود داره، صدا، موسیقی، پروژکتور، پرده‌ای که روش تصویر میاد که حتما نباید پرده سینمایی باشه، میتونه یه مجسمه باشه یا از جنس‌های مختلف، که برعکس سینماییه که داستانیه یا توی سالن سینماست. کارم بیشتر با نقاشی، طراحی، اجرای فیلم و اینستالیشن هست و میتونم بگم که تمام این میدیوم ها یه پیوستگی خاصی دارن. توی کارهای فیلمم خیلی مهمه اینه که من میتونم به صورت خیلی مستقیم با فیلم کار کنم، چون یه جنسیه که من میتونم لمس کنم، میتونم ببرمش و تیکه‌هایی که میتونم به سلاید در بیارم و جداگانه نشون بدم با فیلمی که درش حرکت هست یه شکلی رو در بیارم. خود دوربین میتونه شبیه باشه با یه مداد یا قلمو که من میتونم به حرکتش بیاندازم و یه جور خیلی مستقیم یه تصویری رو بگیرم. متریال فیلم باش کار میکنم و یه متریالی و یه تکنیک آنالوگ هست برام خیلی مهمه، چون من با ویدیو نمیتونم این کار رو بکنم. فیلم داره یه دوره خاصی رو میذارونه که یه جوری به نظر میاد که داره از بین میره، ولی دیجیتال هیچ وقت نمیتونه جاگزین آنالوگ بشه. با اینکه به نظر میاد فیلم داره دیگه از بین میره، ولی یه خصوصیت خیلی خاصی داره که کاملا با ویدیو و با تکنولوژی دیجیتال فرق داره، برای اینکه یک واقعیتی درش هست. تصویرهای دیجیتال یه تقلیدی از فیلم. میتونم بگم که پروژکتورام مثل سازهای موسیقی من هستن که من اینا رو باشون مینوازم. وقتی که اجرا میکنم معمولاً از چند تا پروژکتور استفاده میکنم و تمام پروژکتورها رو قبلش روشون کار میکنم با دست.
پرده ای که در کارهای اخیرم دارم روش کار میکنم دو لایه داره. لایه پشتی یه نقاشیه که روی پارچه کردم با رنگ و روغن سیاه و نور که بهش میخوره جای مختلفش براقه و بر نور عوض میشه. فکر میکنم که یه جوری رنگ مانع دید من میشه وقتی که بیشتر توجه هم به فضاست و به شکلای هندسیه. هندسی که میتونم بگم یه جوری رها شده و از هرج و مرج یه نظمی رو به وجود میاره. نمیتونم بگم که من یه هنرمند کاملا انتزاعی هستم یا کارام یه جوری به طور کلی انتزاعیه، به خاطر اینکه همیشه ربط داره به انسان. برای همینه میتونم بگم که من یه هنرمند رومانتیک هستم.